سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد خوش آمدید. امروز جمعه 30 سنباله سال 1403 خورشیدی است که برابر می شود با 20 سپتامبر سال 2024 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، ناتو از تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان دفاع کرده، اما کارشناسان شیوه خروج نیروهای خارجی از افغانستان را غیر مسئولانه می دانند. ادعای تازه اداره ضد تروریسم پاکستان، این اداره می گوید از آغاز سال روان تا اکنون صدها افسر نظامی این کشور کشته شدند. و حمله مسلحانه بالای مرکز نیروهای امنیتی در وزیرستان جنوبی خیبر پشتونخوا. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. سرمنشی ناتو از تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان دفاع نموده است. ینس ستولتنبرگ گفته است که جلو مبدل شدن افغانستان به مخفیگاه تروریستی را گرفتند، اما در اینجا چنان مقامات متحد موجود نبود که در هنگام خروج مسئولیت را به دوش می گرفتند. به گفته وی، ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان به دلیل جنگ طولانی بود، اما بیجا نه. از سوی دیگر، کارشناسان شیوه خروج نیروهای خارجی را از افغانستان غیر مسئولانه می دانند و می که برای خروج مسئولانه باید پروسه صلح افغانستان تکمیل و کامیاب می‌گردید. هنوز هم خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان یک مسئله جنجالی است و با ارائه نمودن توجیه‌های متعدد باز هم در رابطه به خروج مسئولانه نیروهای مذکور قناعت حاصل نشده است. به تازگی سرمنشی سازمان ناتو هم که تا اکتبر آینده ماموریت آن به پایان می‌رسد، از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی و سایر نیروها از افغانستان دفاع کرده است. نامبرده گفته است آمدن نیروهای خارجی به افغانستان با اوامر خاص سازمان ملل همراه بود که علاوه بر مبارزه با تروریسم، یک افغانستان واحد منسجم که حقوق همه در آن تامین باشد از جمله اهداف آنان شمرده می شد. زمانی که من در سال 2014 وظیفه خود را به عنوان سرمنشی ناتو آغاز نمودم، پلان بر این بود که حضور نظامی خود را تا چند سال آینده در افغانستان با پایان برسانیم و آن را به یک مشارکت سیاسی مبدل سازیم. اما 7 سال بعد باز هم هزاران نیروی من در همانجا مستقر بودند، چیزی که به عنوان عملیات در برابر تروریسم آغاز شد، با پیمانه زیاد ساختار ملت به یک ماموریت مبدل شد. نامبرده مدعی است که نیروهای خارجی در هنگام حضورشان در افغانستان القاعده را تضعیف ساختند و همچنین این کشور را از مبدل شدن به مخفیگاه تروریستی نجات دادند و به گفته ایش روی همین دلیل این ماموریت بی‌جا نبود. بعد از 20 سال باز هم ما در جنگ پیروز نبودیم. طالبان در حال افزایش قدرت بودند و در آنجا چنان مقامات سیاسی متحد و منسجم وجود نداشت که مسئولیتی را در هنگام خروج به عهده می گرفتند. این واقعیتی که حکومت افغان و نیروهای امنیتی زود از هم پاشیدند نشان داد که چرا بهتر بود ما از این کشور بیرون شویم. اما کارشناسان روی شیوه خروج نیروهای ناتو و آمریکایی از افغانستان انتقاد دارند و می افزایند که در نتیجه تطبیق این طرح افغان ها سخت متاثر شدند. زمان دار و ندار چور شو او زمان د دولتداری سیستم د بیخه ونړی دی. نو زه ویلی سم دا د ناتو د هغه ضعیف او ناکامه کړنه وه چې دوی په افغانستان کې د خپل د حریفانو د ځپلو لپاره په مختلفو نومانو او په مختلفو بیرقونو ډلو ټپلې جوړې کړلې. برخی دیگری از کارشناسان موفق نمودن پروسه صلح افغانستان و در نتیجه آن ایجاد یک حکومت مطابق به توافقنامه جمعی را اساس خروج مسئولانه نیروهای خارجی می دانند. به گفته آنان، اکنون که این هدف به دست نیامده، پس حکومت سرپرست باید با ابتکار خود بر اساس اجماع افغانها زمینه را برای ایجاد ساختار سیاسی آینده مساعد سازد. ناتو او خپل هیوادونه نه غوښتل په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د حکومت له مخې نه یو دولت رامنځته شي، همدې امله دوی ووتل. اوس موږ ته مسؤلیت راوړي، افغانانو ته مسؤلیت راوړي، سرپرست حکومت ته مسؤلیت راوړي، تر څو موږ وکولای شو په خپلو منځو کې سره کښېنو، د افغانانو په ملي اجماع باندې خپل دولت ته یو برخلیک وټاکو. در کنار جامعه جهانی، چهره های سیاسی مطرح افغانستان هم جهت حل اساسی مشکلات روی آغاز دوباره مذاکرات بین الافغانی تاکید می ورزند.
اما حکومت سرپرست تا اکنون در رابطه به پروسه مذکور موقف واضح را روشن نساخته است. قرار است کارهای عملی پروژه کاسا 1000 در آینده نزدیک آغاز گردد. سرپرست وزارت امور خارجه میگوید با تطبیق پروژه انتقال انرژی افغانستان هم از لحاظ برق به طور نسبی به خودکفایی نزدیکتر خواهد شد. کارشناسان این پروژه را حیاتی میخوانند و معتقدند که با آغاز کارهای عملی آن به بسیاری از افراد زمینه کاری نیز مساعد میگردد. بعد از آغاز کارهای عملی پروژه تاپی، قرار است امورات عملی پروژه کاسا 1000 هم در آینده نزدیک انرژی را از آسیای میانه به آسیای جنوبی منتقل می سازد آغاز گردد. سرپرست وزارت امور خارجه می گوید در رابطه با آغاز کارهای عملی این پروژه با کشورهای شریک این پروژه هم صحبت نموده و اطمینان حاصل نموده که به زودی کارهای عملی آن آغاز می گردد. به گفته وی همزمان با تکمیل شدن این پروژه افغانستان به اندازه کافی برق را به دست آورده و علاوه بر کابل به ولایات دیگر کشور نیز برق رسانی خواهد شد. همچنان یو باور رامنځته شوی ده چې د سیمې هیوادونه ورځ تر بلې رامخته کیږي، لکه څنګه چې همدغه لویې پروژې عملي شروع شوې، همداسې به د کاسازر پروژې کار هم انشاءالله شروع چټک سي، همداسې د افغان ټرانس پروژې داسې سرمایه ګزارۍ چې په ټولو برخو کې الحمدلله د پرمختګ شاهدان یو. در همین حال کارشناسان میگویند با آغاز امورات عملی پروژه کاسا 1000 به هزاران تن زمینه کاری نیز مساعد و مشکلات صنعتکاران در داخل کشور هموار خواهد شد. آنان میافزایند با اتمام این پروژه آن دست سرمایه گذارانی که در بیرون از کشور سرمایه گذاری کردند دوباره به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری نمایند. او همدارنگا معمولا په افغانستان کې د برق انرژي د کموالی په وخت کې چې د ترکمنستان او ازبکستان سره کله کله د برق په کموالي کې مشکل راځي، زموږ تاسې هغه مشکل به هم رفع شي او زموږ خلک به برق مکمل ترلاسه کړي او ارزان به ترلاسه کړي. از سوی دیگر شمار از کارشناسان میگویند در حال حاضر در سراسر کشور امنیت تامین شده، پس با تطبیق پروژه کاسا 1000 را برای تطبیق سایر پروژه ها نیز هموار خواهد شد. آنان خواستار آغاز هرچه عاجلتر کارهای عملی پروژه مذکور از حکومتند. که چه تا کاسا 1000 پروژه تطبیق شد، لدی لاری و دوی موضوع انتقال در افغانستان در ترانزیت بمرسته باندی در جنوبی آسیا که و بین بینید چی پده که با نیا وازی دا چی افغانستان تا با در برق انرژی ورکول کیگی، بلکه ترسنگ بایی هر کال در ترانزیت پر برقی که هم افغانستان تا اقتصادی که ورکو رامنځته کیگی. چی در دغه پروژه په تطبیق سره به افغانستان کولای شي نه یوازې دا چې د کارګرو په استخدام کې، بلکې د نورو پروژو د تطبیق په برخه کې هم ډېر اقتصادي ګټه ورتوب ترلاسه کړي. کاسا 1000 پروژه بزرگ انتقال برق از قرغزستان و تاجیکستان از روی افغانستان به پاکستان است. پروژه کاسا 1000 از آسیای میانه از روی بندر شیرخان وارد شمال افغانستان شده و با گذشتن از ولایات کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننګرهار به خیبر پشتونخوا و پاکستان میرسد. هزینه کل این پروژه 1.17 میلیارد دلار تخمین زده شده که سال گذشته بانک جهانی تعهد به پرداخت آن را سپرده است. با اتمام این پروژه همه ساله به افغانستان 75 میلیون دلار حق ترانزیت هم داده می شود. گوشت های غیر صحی جمع‌آوری شده از قصابی های هرات سوزانده شده است. مسئولان می گویند هدف آنان از سوختاندن این گوشت ها جلوگیری از فروش گوشت های غیر صحی در بازار هاست. از سوی دیگر دکتران هم روی جمع‌آوری گوشت های غیر صحی از بازار ها تاکید می کنند و می افزایند که بهره گیری از چنین گوشت ها سبب شیوع و گسترش امراض حیوانی در میان انسان ها می گردد. شاروالی هرات قرض جمع‌آوری گوشت‌های غیر صحی از بازارها اقدامات جدی را آغاز نموده و به تازگی از قصابی‌های شهر گوشت‌های غیر صحی و ناپاک را جمع‌آوری و سوزانده است. مسئولان می‌گویند از عید سعید اصحاب بدین سو 7 تن گوشت حیوانات بزرگ و 2 تن هم گوشت مرغ غیر صحی را جمع‌آوری و سوزاندند. آنان همچنین اطمینان می‌دهند که در حال حاضر برای حلال نمودن مواشی‌ها در مسلخ هرات تمامی استندرها مد نظر گرفته شده و حلال نمودن حیوانات مریض هم در آن غیر مجاز است. گوشت‌های فاسدی که شما می‌بینید اینا به اثر سعی کوشش کمیسیون جمع‌آوری شده بود در جای غیر اصولی یا سردخانه غیر معیاری، اینا اونجگان نگهداری می‌شد که خوشبختانه از سر راپوری که به کمیسیون داده شده بود، کمیسیون مشترکاً با
ریاست شاروالی انجیل هماهنگ میشه، میره و از اون ساحه کلوپاچایی که یا گوشتاری که شما میبینیم از اونجاگا جمع‌آوری میشه. بعد از اینکه مسلخ دولتی ولایت هرات به فعالیت آغاز کرده و کار میکنه، آمار و ارقام تلفات به شهر هرات نداریم و کسایی که مبتلا شدن اون بسیار محدود است و شاید از اطراف و یا از شهر نواحی شهر دور باشند. از سوی دیگر مسئولین صحت عامه هم روی جلوگیری از فروش گوشت های غیر صحی در قصابی ها تاکید می ورزند. به گفته آنان بهره گیری از گوشت های غیر صحی سبب شیوع و پخش امراض زونوتیک در میان انسان ها می گردد که این بیماری میان انسان ها و حیوانات مشترک است. در معرض استفاده مردم قرار می گرفت. به یقین که این امراض انتقال میکرد به وجود مصرف کننده ها و مصرف کننده های معزی متاثر می شدند و حتما دوچار امراضی که در وجود گوشت ها و کلاپاچا هست به وجود مصرف کننده ها انتقال میکرد و گمان می رفت که یک فاجعه به بار بیاره. با وجود همه این موارد، مقامات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات می گویند غرض جلوگیری از فروشات گوشت های غیر صحی در بازار از ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری، شاروالی و استخبارات یک تیم مشترک را ایجاد کردند و در برابر آن و ده افراد برخورد قانونی خواهند کرد که گوشت های غیر صحی را در بازارها به فروش می رسانند. امروز یو تیم لرو در تیم مشترک دی در شاروالی، در شهر در شاروالی سه و در استخبارات سه خپل در زراعت ریاست سه در امیرات مالداری سه تشکیل سوی دی. در روز آنها به شهر که گرزی او کم در بیگیفیت غوشه او داسی غوشه لکتاس چه بینی در کلاو پایچه چنن تقریبا وطانه در رجمکو او دلتی سوزو لکت. این در حالی است که بعد از جلوگیری از حلال نمودن موشی ها به طور خودسرانه در هرات تا حد زیادی جلوی فروش گوشت های غیر صحی و آلودگی شهری نیز گرفته شده است. شاروالی فرا میگوید سال روان پلان تطبیق حدود 23 پروژه را دارد. مسئولان شاروالی این ولایت میگویند سال روان پلان تطبیق حدود 23 پروژه انکشافی بزرگ و کوچک را دارند که با اتمام آن این شهر انکشاف خواهد کرد. از سوی دیگر باشندگان این ولایت هم از کارکردهای شاروالی خرسندند و میگویند که با اتمام این پروژه ها نظم شهری به میان خواهد آمد. مسئولان شاروالی پارا می گوید در جریان سال روان پلان تطبیق حدود 23 پروژه انکشافی بزرگ و کوچک را دارند که کارهای آن به ارزش 120 میلیون افغانی تا پایان سال تکمیل خواهد شد. با گفته آنان این پروژه ها شامل ساخت و ساز و داغگیری سرک و پلچک ها، روشنایی شهر و جاده ها، ساخت دیوارهای استنادی، ساخت چهارراهی ها، غرض تامین نظم شهری و شماری از پروژه های دیگری اند که امورات برخی از این پروژه ها در حال اتمامند و شمار دیگر آن زیر کار هستند. نن د څوار لس دریم کال لپاره د فرا ولایت انکشافی پروژه تقریبا غټو کوچنی پروژه دریش پروژه دی چې ان شاء الله اکثر تر کار لاندې دی او نور به ان شاء الله کوشش وکړي نو تر کار لاندې شي او پر دې پتام ته ورسیږي. مسئولان شاروالی فرا همچنین از بشندگان این ولایت میخواهند تا در بخش حفاظت و تطبیق پروژه های بشاروالی همکاری نمایند. د فرا ولایت متدین او شریف ولسو مغشتنه داده چې د شاره بدولو او د مراقبت او حفظ په برخه کې زموږ سره پوره پوره همکاري وکړي او غوښتنه مو ده چې په هر برخه کې د ولس همکاري ان شاء الله کار او مثبت او مختبجي او که د ولس همکاري نه وي بیا یوازې په یوه اداره او شاروالي باندې د ښار او د سړکانو د دې حفظ او مراقبت ناممکن کار دی. از سوی دیګر بشندگان پرا بابت تطبیق پروژه های مذکور در این ولایت خرسندند و میگویند نسبت به گذشته توجه به تطبیق پروژه های انکشافي و نظم شهري در این ولایت بیشتر گردیده است. آنان همچنین روی افزایش پروژه های انکشافی و تسریع تلاش ها برای بازسازی شهری تاکید می ورزند. رشتی هم موږ د شپې کله کله روزو دلته د هغه فرا شهر نه خوند اخلو. ډیر پاک دی، ډیر روشانه دی او شاروالۍ د ستایلو وړ ده. او شاروالۍ نه موږ دا هیله کوو چې نور هم په دې بخش کې کار وکړي. انشاءالله موږ به دې ته ډیر خوشحاله یو او ټول خلک دې ته لیواله دي چې انشاءالله چې کارونه هم وسي او اوس هم ډېر کار سوی دی چې اوس د نسبتا د څه مودې مخکې په پرتله باندې چې سړی اوس وګوري ښار ډېر ښایسته خوند کوي او داسې ډېر سم سوی دی. یعنې سړی ګوري د فرا ښکلا ته اوس د ډېرو د غټو ولایتو په سطحه اوس ښکلا لري د فرا ولایت.
این در حالی است که به دلیل چندین دهه جنگ گذشته پر یکی از ولایت هایی بود که از توجه حکومت مرکزی به بهره بود، اما در حال حاضر با آغاز پروژه های انکشافی از سوی شهروالی این ولایت نه تنها به زیبایی این شهر افزوده بلکه به صدها تن نیز در آن زمینه کاری هم مساعد شده است. از آغاز سال روان تا کنون در پاکستان صدها افسر نظامی در جنگ کشته شدند. اداره ضد تروریسم این کشور گفته است به دلیل حملات در خیبر پشتونخوا تحت کنترل پاکستان بیش از 300 افسر کشته شدند و صدها فرد دیگر زخم برداشتند. کارشناسان با توجه به این امر میگویند افزایش حملات بالای نیروهای پاکستانی در خیبر پشتونخوا مسئول پالیسی های نادرست پاکستان است. مواد منفجر ناگردیده از گذشته هنوز هم از افغان ها قربانی می گیرد. ماین های کارگزاری شده و دیگر مواد منفجره از گذشته در افغانستان یک تهدید جدی است و زندگی افغان ها را با خطر مواجه نموده است. در ولایت ننگرهار هنوز هم باشندگان با خطرات و تهدیدات این مواد مواجه اند و برای حل این معضل خواستار توجه جدی حکومت و مؤسسات اند. حسن خان که باشنده ولسوالی خیوه ننگرهار از دو پسرش در هنگام بازی با مواد منفجر ناشده جان خود را از دست داده اند و فرزندان دیگر آن که ابراهیم نام دارد در همین رویداد یک دست، یک انگشت دست دیگر و یک چشم خود را از دست داده است. حسن خان میگوید زمانی که این حادثه رخ داد عرض پیدا نمودن کار و کسب بیرون از کشور رفته بود و زمانی که برگشت دید که دو پسر آن به نام سودیس و انس در این رویداد جان خود را از دست داده اند و فرزند دیگر آن برای همه معلول شد. غلطه تلی و ده کبار کنم یا پرشی خو بس کم خو زاشوه بامی پیدا کرده ده البته تکوله بی سه چل بی کرده و اغا پی چودله و اغا دو زامن می شهیدان شلو یو سودیس نمی دو او یو انس نمی دو ده غدوانو او دا ابراهیم نمی گی ده ده غلط شلو او ده لاس یو نور طول با توته توته و حسن خان میگویند در حال حاضر پسر وی با چالش های زیادی روبرو است و حتی نمیتواند ضروریات زندگی خود را مرفوع سازد. وی دلیل این رویداد را جنگ های گذشته میداند و میگوید که جنگ های گذشته در هر منطقه و خانه هراس و خساره را از خود و میراث مانده است. مشکلات سر مخ پیدا که کور کی من پیدا سی د خدمت غاغ نشو کولای نشی کولای نشی که یو روپی شه په کار شي دکان نه تاسو خپل ولی د زپ خپل زم کما چس پکاشیم زما کومن بورا پکاشیم زما نیش راوله نیش نو چې نیش راوله دا و پسو کو سبه سبه ولي بو ډیر زیات مشکلات سره مخ دی خپل لمبا نشي کولای خپل کالی نشي اغوستي نو دا مشکل دی. ابراهیم معلول میگوید زندگیش مملو از درد و رنج است و حتی در هنگام رفتن به مکتب هم نمیتواند کتابهای خود را حمل نماید و از کودکان دیگر میخواهد تا با اسباب ناشناس بازی نکنند. ما شما رو دمی در پای غم ده چی نپیشند تو که سرلاس اونو که اوسو برزم هم در حال ده او بس هم در قصید نور ما شما رو دمی در پای غم ده چی نپیشند تو که سرلاس اونو که تأکید به این است که با حاکمیت مجدد امارات اسلامی در حال حاضر در کشور امنیت تأمین شده و باید تمام مناطقی که در آن مواد منفجر ناشده موجود است و زندگی مردم را به تهدید مواجه می سازد از سوی مؤسسات من پاکی و نهادهای بین المللی از خطرات من پاکسازی گردد. آل هم فشرده چند خبر مهم از کشور. رهبر امارت اسلامی روی تطبیق قانون تازه وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر تاکید ورزیده است. شیخ مولوی هبت الله خانزاده طی سخنرانی در یک نشست مسئولین محلی در کندهار توصیه بر تطبیق و عملی نمودن قانون تازه وزارت امر بالمعروف نمود. رهبر امارت اسلامی در این نشست گفته در حال حاضر صدای منبر و نظام یکی است و مانند گذشته هیچ نوع اختلاف در آن موجود نیست. رهبر امارت اسلامی همچنین روی اتحاد میان علما و روی از بین بردن اختلافات هم تاکید ورزیده است. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید روسیه و پاکستان همکاری خوبی با افغانستان دارند. اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور طی نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه روسیه گفته است پاکستان و روسیه همکاری خوبی با افغانستان دارند و هدف آن دوام همکاری با روسیه غرض تحکیم صلح و ثبات در افغانستان است. از سوی دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه رابط اقتصادی میان پاکستان، روسیه و افغانستان را در سطح بهتر خوانده است.
معاون اداره ریاست الوزراء با معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده است. معاون نمایندگی سازمان ملل در این نشست گفته است این سازمان خواستار دوام کمک به افغان هاست و از حکومت سرپرست ابراز امیدواری نموده که در بخش کمک رسانی به نیازمندان در این راستا همکاری همه جانبه نماید. اندریکا راتوتا گفته است این سازمان در بخش صحت، تعلیم و تربیه، مسئولیت غذایی، تقویت سیستم بانکداری، حمایت از سکتور خصوصی، زراعت، محیط زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی برنامه های زیادی دارد که با تطبیق آن بسیاری از مشکلات هموار خواهد شد. درگیری میان نیروهای افغان و ملیشه‌های پاکستانی در خط فرضی دیورند در ولسوالی گربز خوست به پایان رسیده است. مسئولین محلی میگویند این درگیری در خط فرضی دیورند میان نیروهای افغان و ملیشه‌های پاکستانی رخ داده که اکنون به پایان رسیده است. برخی از منابع محلی از ساحه میگویند که این درگیری شام گذشته 8:30 شام آغاز و تا ساعت‌های 2 قبل از ظهر دوام نموده است. به گفته منابع این درگیری نخست از سوی طرف پاکستانی آغاز شده است. بر بنیاد معلومات به دلیل این درگیری بسیاری از خانواده ها در خط فرضی دیورند مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در نتیجه فروریختن معدن طلا در بدخشان 3 تن جان باختند. مسئولین ولایت میگویند به دلیل فروریختن یک بخش از معدن طلا در ولسوالی وردوج بدخشان 3 تن از کارگران همان معدن جان باختند. منابع گفتند کارگران مذکور مصروف شستن ریگ غرض پیدا نمودن طلا در خاک در مناطق خمبهار و دو درگه این ولایت بودند که این حادثه رخ داد. و خبر اخیرین که یک شهرک صنعتی تازه در هرات اعمار می‌گردد. نورالدین عزیزی سرپرست وزیر صنعت و تجارت در دیدار با معین نشرات وزارت اطلاعات و کلتور و معاون والی هرات اطمینان حاصل نموده که علاوه بر ساخت شهرک صنعتی در هرات، امورات سایر پروژه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی در این ولایت نیز آغاز خواهد شد. از سوی دیگر در این دیدار مهاجر فراهی معاون والی هرات گفته است که علاوه بر پروژه‌های مشترک افغان ترکمن، با افتتاح پروژه های ترمینال بین المللی و شهرک صنعتی جدید این ولایت به مرکز صنعت و تجارت مبادل خواهد شد. این هم چند خبر مهم از جهان. یک حمله مسلحانه بالای مرکز نیروهای امنیتی در وزیرستان جنوبی خیبر پشتونخوا صورت گرفته است. در این حمله 6 نیروی پاکستانی کشته شدند و 10 فرد دیگر زخم برداشتند. مقامات پلیس محلی وضعیت 4 تن از زخمیان این رویداد را وخیم خواندند. این حمله ناوقت‌های شب گذشته در منطقه لده بالای یک پست امنیتی از سوی افراد مسلح صورت گرفته است. بعد از این حمله در ساحه رویداد از سوی پلیس عملیات هم راه‌اندازی شده است. مسئولیت این حمله را گروه تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کاملا هارس معاون رئیس جمهور و نامزد ریاست جمهوری قرار است هفته آینده با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدارهای جداگانه داشته باشند. قصر سفید گفته در این دیدارها که قرار است به تاریخ 26 سپتامبر صورت گیرد، بزرگان هر دو کشور روی پلان استراتژیک اوکراین، حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین در برابر حملات روسیه و جنگ روان بحث خواهند کرد. کارن جن پر سخنگوی قصر سفید گفته است رئیس جمهور و معاون وای تا زمانی که اوکراین در جنگ روان پیروز نشده باشد روی حمایت آمریکا از این کشور تاکید کردند. دفتر رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلان کرده که زلنسکی طی سفرش به آمریکا با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه این کشور هم دیدار خواهد کرد. و خبر اخیرین که العربیه با نقل از ارتش اسرائیل گزارش داده که جنگجویان اسرائیلی اواخر روز پنجشنبه اهداف حزب الله در جنوب لبنان را مورد اصابت قرار داد و صدها راکت انداز را که قرار بود برای شلیک فوری به سمت خاک اسرائیل مورد استفاده قرار گیرند از بین برده است. العربیه با نقل از 3 منبع امنیتی لبنان گفته که در عملیات اواخر روز پنجشنبه اسرائیل دهها بمب در جنوب لبنان پرتاب کرده، اما از تلفات آن چیزی در دست نیست. در این حال ارتش اسرائیل گفته است که به عملیات خود برای تضعیف زیرساخت‌ها و قابلیت‌های حزب الله برای دفاع از کشور اسرائیل دوام خواهد داد. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.